لاله در باغ تو رویید شقایق پجمرد، و جگر سوختگان داغ برابر برسان. سلام و درود خدمت تمام شما هموطنای عزیزم، امیدوارم در هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و روز روزگارتان به خوبی و به خوشی باشه. وید هاشمیستم و با یک داستانی آموزنده و کوتاه دیگر در خدمت شما. امیدوارم تا پایان این داستان شنونده باشین و اگر نظر و پیشنهادی که داشتین در پایین همین ویدیو برای من بنویسین. با کامنت ها و نظرها و پیشنهاداتتان مرا خوشحال میسازین. داستان از اینجا شروع میشه. پس از رسیدن یک تماس تلفنی برای یک عملیات جراحی عاجل، دکتر با عجله راهی شفاخانه شد. او پس از این که جواب تلفن را داد، بلافاصله لباسهایش را تبدیل کرد و مستقیم وارد بخش جراحی شد. او پدر پسر را دید که در راه رو می رفت و می آمد و منتظر دکتر بود. به محض دیدن دکتر، پدر داد زد: چرا اینقدر طول کشید تا بیایی؟ مگر نمی دانی زندگی پسر من در خطر است؟ مگر تو احساس مسئولیت نداری؟ دکتر لبخند زد و گفت: متاسفم، من در شفاخانه نبودم و پس از دریافت تماس تلفنی هرچه سریعتر خودم را رساندم و اکنون امیدوارم شما آرام باشید تا من بتوانم کارم را انجام دهم. پدر با عصبانیت گفت: آرام باشم؟ اگر پسر خودت همین آلا در همین اتاق می بود، آیا تو می توانستی آرام بگیری؟ اگر پسر خودت همین آلا می مرد، چی کار می کردی؟ دکتر دوباره لبخند زد و پاسخ داد: از خاک آمده ایم و به خاک باز می گردیم. شفا دهنده خداوند است. دکتر نمی تواند عمر را افزایش دهد. برو و برای پسرت از خداوند شفا بخواه. ما بهترین کارمان را انجام می دهیم به لطف و منت خداوند. پدر زمزمه کرد: نصیحت کردن دیگران وقت خودمان در شرایط آنان نیستیم آسان است. عملیات چند ساعت طول کشید و بعد دکتر از اتاق عملیات با خوشحالی بیرون آمد. خدا را شکر، پسر شما نجات پیدا کرد و بدون این که منتظر جواب پدر شود، با عجله و در حالی که شفاخانه را ترک میکرد گفت: اگر شما سوال دارید از نرس بپرسید. پدر با دیدن نرس که چند لحظه پس از ترک دکتر دید و گفت: چرا اون اینقدر متکبر است؟ نمی توانست چند دقیقه صبر کند تا من در مورد وضعیت پسرم از او سوال کنم؟ نرس در حالی که اشک از چشمانش جاری بود پاسخ داد: پسرش دیروز در یک حادثه ترافیکی مرد. وقتی ما با او برای عملیات پسر تو تماس گرفتیم، او در مراسم تدفین بود و اکنون که او جان پسر تو را نجات داد، با عجله اینجا را ترک کرد تا مراسم خاکسپاری پسرش را به اتمام برساند. و من به شخصه از تمام دکتر صاحبایی که برای نجات جان مریض ها از تمام امورات زندگی خود میگذرند تا مریض را نجات بدهند، از همین جا دستانشان را میبوسم و از خداوند میخوام که همیشه سلامت و پایدار باشند و هرگز کسی را قضاوت نکنیم، چون هرگز نمیدانیم زندگی آنان چگونه است و چی بر آنان میگذرد یا آنان در چه شرایطی هستند. و در آخر به سلامتی دکتر صاحبای خوب و مهربان ما.